و عیسی مسیح میگه که نقطه ای از این تورات ابی نمیره و تورات هنوز پابرجاست. تنها کاری که عیسی مسیح میکنه او رو از جایی که خیلی پایین بوده که قابل دسترس بوده، از جایی که خیلی ساده گرفته میشده، برش میداره و میبرش به یه لول دیگه و سخترش میکنه به نوعی، چون که به مشکل اصلی انسان اشاره میکنه که در دل اتفاق میفته نه در عمل، که ما بتونیم خودمون رو جدا کنیم از همه اون قاتلین و زناکارهایی که انگشتمون رو به سمتشون میگیریم و میگیم اونا آدم های بدی هن ولی من آدم خوبی هم. امروز زمانی که این قسمت رو با هم میخونیم اولین و مهمترین مطلب مسیحیته، مقدماتی ترینه، چون که اگر کسی در رابطه با شهوت و زنا اون کاری که عیسی مسیح و کلام خدا ازش میخواد رو انجام نده، نشون میده که مقدماتی ترین چیزی که در مسیح وجود داره رو انجام نمیده و به عنوان یک مسیحی نمیتونه خودش رو مسیحی بالغ بدونه. شاید مسیحی باشه این شخص، در گناهی هستش و افتاده، ولی نمیتونه خودش رو مسیح بالغ بدونه. زمانی که ما راجع به این نوع گناه صحبت میکنیم که در دل میتونه اتفاق بیفته و عیسی مسیح میگه دیگه عملش مهم نیست، بلکه شما اگه نگاه بکنی و این نگاه تو ادامه پیدا کنه و در دل تبدیل بشه به یک سری تفکراتی که تو داری میکنی، اون همون زنایی که انجام دادی. امروز در کلیساها شاید زیاد صحبت نشه این مسئله، ولی یکی از مهمترین مسائلی که وجود داره، چون همه ما باش بریم به نوعی دست و پنجه نرم میکنیم. برای کسی که بگه نه من نیستم، به نوعی خودش رو از اون انسانیت داره دور میکنه، چون انسان به ماهیت انسانی خودش این رو داره و اگه شما ندارید و نداشتید از سن 16-17 سالگی هم شروع میشه و خودتون رو به دکتر نشون بدین. ولی زمانی که عیسی مسیح راجع به این رو شهوات صحبت میکنه، میگه که نباید اتفاق بیفته خارج از ازدواج. ممکنه سوال پیش بیاد برای شما که چطور میشه پس این چیزی که خدا به ما داده رو ما در خودمون بکشیم. اگه چیزی که خدا داده، اگه چیزی که خوب هستش، پس چرا خدا گفته که هیچ جور نباید ما استفاده کنیم ازش؟ و چرا نمیتونیم؟ من موقعیت ازدواج مثلا ندارم، یا مسئله هستش که زمان ازدواج من نیست، که راجبش صحبت خواهیم کرد. گناهی که اینجا راجبش صحبت میشه گناهی هولناک و خیلی جدیه. این گناه گناهی که شاید خیلی وقتا ما خیلی ساده گرفتیمش و خیلی به نوعی ولش کردیم و گذاشتیم که هر کاری که میخواد با ذهن و روان ما و زندگی ما انجام بده. همیشه از یک حرکت کوچیک، از یک گناه کوچیک به چیز دیگه ما میریم، از اون گناه به گناه دیگه و همین طور میره جلو و به جای میرسه که ما قلبمون تاریک شده، قلب ما به نوعی تسخیر شده و سفت شده و دیگه خیلی سخت برگشتن. برای همینه که عیسی مسیح توی 29 میگه اگه چشتو درار، اگه دستتو قطع کن. عیسی مسیح نمیگه که حتما برو دستتو قطع کن، چون اگه من این دستم قطع کنم، این دستم هنوز هست. اگه چشمو درارم، هنوز این چشم هست. اگه کلن چشامو درارم، هنوز ذهنم هست و با ذهنم میتونم هنوز اون زنا رو انجام بدم. چیزی که متاسفانه وجود داره امروز اینه که اگر ما یه فیلمی رو امروز ببینیم که 2 ساعت باشه، 10 ثانیه یک صحنه همین روابط جنسی داشته باشه توش، اگه 10 سال آینده ما بپرسن که فیلم چی بود، ممکنه ما یادمون نیاد، ولی اون 10 ثانیه رو یادمون میاد. امروز در اینترنت 30% از تمام اون چیزایی که در اینترنت میذارن پورن هستش و همه ما کامپیوتر داریم و خیلی راحت با یک کلیک میتونیم وارد بشیم و نگاه کنیم و تمام این تصاویر و تمام این صحنه هایی که میدونیم که بده در ذهن ما جوری هک خواهد شد مثل همون 10 ثانیه اون فیلم. و چیزایی هستش که در دنیا هر روز ما باش برخورد میکنیم و به عنوان یک مسیحی باید چی کار کنیم و موزل ماست و موزل همه جووناست. و من ایمان دارم که امروز بین ما کسانی هستن که با این مسئله دست و پنجه نرم میکنن. چیزی نیستش که کسی بگه نه من ندارم، ولی نمیشه ولش کرد.
و راجبش صحبت نکرد، چون که اگه مهمترین نباشه یکی از مهمترین هاست، چون که ما رو از بلوغ روحانی دور میکنه و ما چند تا آیه خواهیم خوندیم، یعنی ما رو از حیات جاودانی میتونه دور کنه. زمانی که ما راجب گناهی چنین گناهی صحبت میکنیم، گناهی هستش که میکشه، گناهی هستش که ما رو از بین خواهد برد، مثل ماده مخدر که اولش میگن که ما یکم میزنیم، حالا یه پوکه، بعد یه پوکه که میشه یه پوک دو پوک، یک کام دو کام دیوید بکام، یا اون قضیه که بعد همه اونایی که معتاد شدن و افتادن تو این مسئله از اول خودشون مطمئنن نخواستن که اینجوری باشه. و عیسی مسیح زمانی که میگه چشتو درار دستتو ببر، منظورش اینه که به هر قیمتی که شده باید از این قضیه دست بکشی، به هر قیمتی که شده اگه نگاه میکنی باید نگاهتو برگردونی، میگه به هر قیمتی که شده تو باید با این قضیه یعنی حل کنی. زمانی که راجع به نگاه صحبت میکنه ما چشم داریم، و این فقط برای آقایون نیست، برای خانوما هم میتونه باشه. و زمانی که نگاه میکنیم ما به یک آقا یا به یک خانومی که شاید برای ما جذاب هستش و خیلی زیبا هستش، این مشکلی نیست در اون حدی که شما یه نگاه میکنید چشم ممکنه بیفته، ولی نگاه دومی هست که اون نگاه دوم گناه به وجود میاره. نگاه اولی که ما میکنیم و انجام میدیم مثل اون نگاهی که داوود در کتاب مقدس میخونیم، داوود زمانی که روی پشت بوم بود، کلام خدا میگه که نگاه کرد و دید بیت شبع اونجا داشت حمام میگرفت، و داوود نگاه کرد و میتونه روش رو برگردونه و دیگه نگاه نکنه، چون وسوسه گناه نیست. ولی زمانی که داوود ادامه داد و نگاه کرد و دید که چه زن زیباییه، و کلام خدا میگه که بسیار زیبا بود، و اون موقع است که در وسوسه تبدیل به گناه میشه، و اون موقع است که میگه زن رو بیارین پیش من، و با اون هم بستر میشه و اون زن حامله میشه، و بعد شوهرش رو میفرسته خط مقدم و قاتل هم میشه. پس صرفا نگاهی که امروز هستش ما دو تا کار میتونیم بکنیم، یکی این که مثل داوود نگاهمون رو ادامه بدیم و این گناه بشه، و این گناه رو هر روز ما شاید داریم انجام میدیم، یا اینکه نه، نگاهمون رو سریع برگردونیم شده هر جوری که هستش، و بدونیم که این مهمه، جدیه و باید سخت گرفته بشه، چون که ما در دنیایی که مخصوصا تو این کشور زندگی میکنیم هر طرف که نگاه میکنیم ممکنه این وسوسه ها باشه، و کسانی که خودشون رو ول کنن تو این قضیه یا مسیحی نیستن چون با گناهی جدی بازی میکنن، یا مسیحی هستن که خیلی طفلن و خطرناکه این براشون.